خاله 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 جان دیتالخ درداری جان یکی شب با ما نمیدی جان تو بگو از ما چی دیدی شی خاله خاله جان از ما چی دیدی دیتالخ درداری جان یکی شب با ما نمیدی جان تو بگو از ما چی دیدی به نام خدای زمین و زمان که سقفی زده بی ستون آسمان. عرض سلام و وقت بخیری دارم حضور تمام بینندگان عزیز کانال فرهاد آروین. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید. امروز آمدیم به جاده باغ آزادی هرات بر سر چاره حاجی یعقوب ولایت هرات تا گزارش ویژه‌ای را از این ساحه برای شما عزیزان آماده کنیم. با ما همراه باشید، میریم و با ساکنینی که بر سر این چاره‌ای قرار دارن هم کلام میشیم. بر سر چاره‌ای حاجی یعقوب در ولایت هرات یک دکانی وجود داره که ما میبینیم در داخل دکان میوه‌های خشک هم میفروشن و این طرف شیرینی باب از قبیل چاکلت میفروشن، دیگه این طرف باز فکر کنم مربوط به همین فروشگاه میشه، میوه‌های تازه هم میفروشن. باشه اونجی ببینیم یکی از دوستا هستن چه کار میکنن. سلام، وقت شما بخیر، خوب هستن؟ سلام علیکم، خوبم، برو صدمان دهتر بشاله، زنده باشین، سلامت باشین. اینجا که میبینم که یک فروشگاه مقبولی دارن، میوه خشک هم میفروشن، میوه تازه هم میفروشن، چاکلت هم میفروشن. درباره ازی با ما بگن که چند وقت اینجا همین فروشگاه شما هست؟ این فروشگاه ما کس سابقه داره، از قدیمی های همون قدیمی ها میشناسن. این تقریبا همیته به 65 سال میشه که همین موقعیت همین دکون هسته. یعنی باشه خود شما این طرف بچرخیم که تصویر ما مقبول بیایه، یعنی 65 ساله که این دکان اینجی هست؟ همین دکون بله 65 سال میشه، همین دکون به این جگاه هست، دکون اجی محمد یعقوبه. یعنی همین چاره‌ای هم به اسم حاجی یعقوب یاد بشه، همین دکان از اونا بوده. بله دکان از اونا بوده. خیلی عالیه، خیلی عالیه. از گذشته تا حال این چاره‌ای چی تغییرات کرده؟ از گذشته اون جلو که بوده اینجا هیچی ساخت و ساز نبود، دکان هم نبود، فقط همین یک دکان بوده. باز حال آبادی شده، ساخت و ساز هم زیاد شده، دکان هم زیاد شده، چرا دوبار ما هم دکان جلو نبوده. اون مرغی همین دکان به این بسته مرغیت ها دکان بوده. دقیقاً. من میبینم که هر رقم میوه میفروشین و فکر میکنم که میوه های چهار فصل رو به اینجی دارین. دیگه اینجا خریجه ستخونه با میوه فصل خاص میوه ایرتی اوله، مثلا انجیر آماده، انگور آماده، میوه ایرتی، شفتالو، زردالو، ما اینا همه چیز دارن. مثلا این سیبا هست، سیب ایرتی خیلی سیبا خوبی هست، کیفیت هم بلای شفتالو. اینجا هم شفتالو. اینا وطنیه درسته؟ اینا از خود ایرات. آیا کیفیت میوه های وطنی بالاتره یا خارجی؟ کیفیت میوه وطنی چون اینا تازه و فصل اینا بالاتره. فکر میکنم دلیلی هم اینه که میوه های خارجی که میایه داخل سردخونه نگهداری میشه، ولی اینا حموت اصلی به دست چینده میشه. بله، درخت میچینم با میوه خارجی که هست اینا کلا سردخونه یه با اینا مواد نگهداری زده میشه و زیرا بیرونش هم که بیرونش باد میخوره ای رقم میشه. با این میوه که هست همیتا صبح به صبح تازه میچینم میارم. دقیقا. انشالله موفق باشین و خداوند به کسب و کار شما برکت بده. آمین. چی توفه دارن برای بیننده های عزیز با؟ ما بینندگان عزیز همین توفه داره که هر جا که هستم خوش و خوشحال باشن، خیار خوشحال باشن، سلمان باشن، زنده باشین. شما همیشه موفق باشین، خداوند به کار شما برکت بده، موفق باشید. سلامت باشید. دوستا با ما همراه باشید، میریم بیرون از فروشگاه ببینیم دیگه چی کسانی بر سر این چاره‌ای هستن. دوستا در سر چاره‌ای حاجی یعقوب ولایت هرات کسب‌های مختلفی وجود داره و اینجا ببینیم که نوشته سالن زیبایی مصطفی. خوش ببینیم دوستا چه کار میکنن. خوب هستن؟ سلامتن؟ سلام علیکم. علیکم. خوشحاله. زنده باشین، سلامت باشین. میشه معرفی کنه اسم شما چیه؟ خلیل احمد. ولی احمد جان گفته. خلیل احمد. خلیل احمد جان. اینجا چه کار میکنیم به سر چاره حاجی یعقوب؟ اینجا گوش میکنیم دفتره. دفتر چی هسته؟ بالا اتاقه. بالا اتاقه شما در واقع نگهبان این هوش میکنه. بله. خیلی کار خوبه میکنه.
چند ماش میدن به شما؟ ماش مانی معلوم میلال ماش ما ماش قسم ماش نیم همین رقم برای رضای خدا کار میکنه. خیلی خوبه. کسب که دارن اینجا با محافظت میکنیم از صبح تا به شب به همین چین؟ نه شب روز به گمرو کار میکنیم و شب میایم اینجا با شب میاییم به اینجا با. امنیت اینجا با به شب چی رقمه؟ فضل خدا خوبه. خوب امنیت؟ خیلی خوبه. انشالله موفق باشین، وقت خوشی داشته باشین. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. خب دوستا باشه بریم ببینیم اینجا چه کار میکنن، کی هست به اینجی. سلام، خوب هستن؟ سلامتن؟ زنده باشین. این دکان از شما نه؟ دکان از کوکا شما نه. بیاییم بریم بیرون که نوری که به بیرون داخل فروشگاه یا دکان شما تاریکه. اسم شما چیه معرفی کنه؟ مدی. چی گفتن؟ مدی اسم. مدی جان، این دکان کاکا شمانه. بله. اینجا روزا میاین کار میکنن؟ من دکان تلفروشیه. این دکان یعنی دکان شما تلفروشیه؟ پس اینجا چه کار میکنن؟ این یک کاکا من همینجا بیام آدم بگه کاکا شما که نباشه شما میاییم اینجا؟ بله همینجا دردی دکان هوایر دارم بگه. همو مطله که میگن که چه کار میکنی؟ میگه خود کاکا خو کار میکنه. از پرسان میکنن کاکا تو چه کار میکنه؟ یا ماما تو چه کار میکنه؟ میگم ماما یا همو کاکا من بیکار ها؟ بله حالا شما هم کاکا شما بیکار ها، شما به جای کار میکنه؟ بله انشالله موفق باشین. چی رقم کاروبار تل فروشی؟ بگه تل گرونه بلا نبسر فرمتون بیشه استفاده نمیکنه، استفاده زیاده نمیکنه. گرون که باشه شما گرون میارم دیگه، درسته؟ گرون میارم فقط. بله دیگه با اگر ارزون باشه بیتره لیتر 85 به تل باشه تا 25 به خیلی فرق میگه. قدیم بود 25 ببود حتی که استاد میشه به 85 به 24 لیتر میگفتن. اول خود اگر گرونه یک لیتر من دیگه یک لیتر من نظر نمی صرفه دیگه. نمی صرفه نمی بود اگه بود فایده 15 20 لی بگودی تا فایده آن 5. راست میگم. درس هم میخونن؟ بله. صنف چنده؟ 11. صنف 11 باشه. چند تا زبان شکنکی از شما پرسان کنم. صنف 11 هستم ببینیم یاد دارن یا نه. درسته؟ شما سه بار بگیم. سه دوز رفت به دوزی، یک دوز دو بز دوزی، دو دوز یک بز دوزی. یک بار بگم خیره، یک بار بگم. نمیگرده زبون من نمیگرده بیتیز. خب مگر بگرده دیگه. صنف 11 ایم، آفرین. بله؟ دو بز دوزی. از اول؟ یک دوز رفت به دوزی، یک بز دوزی، دو بز دوزی، دو بز دوزی. یک دوز میگم رفت به دوزی، یک بز دو دوز دوزی. نشد، دوباره؟ یک دوز رفت به دوزی، یک دوز دو بز دوزی، یک بز دیگه سه بز دوزی. ما میگم یک بز دیگه سه دوز دوزی. نشد، یکی دیگه از شما پرسان میکنیم. شما بگیم من 6 تاش توت چیندم، تو چند تاش توت چیندی؟ من زبان نمیگردم. چرا نمیگرده؟ مشکل زبونی داره؟ نه. پس چی؟ علاقه ندارم. خب پس باشه، از شما معما یا چیستان پرسان میکنیم. اگه جواب دادیم به شما جایزه میدیم. اگه جواب ندادیم با شما جریمه میکنیم. خوبه. شما بگیم اگر یک سفید پست خود سیاه پست عروسی کنه. بله. بچه اون نو به دنیا بیاید دندونای چه رنگه؟ دندونای دیگه سفیده. دندونای سفیده. نشد، شما جریمه ای. من میگم اگه یک سفید پست و سیاه پست عروسی کنه بچه اون نو به دنیا بیاید نو به دنیا بیاید دندون داره؟ نداره. نداره دیگه، پس نشد. جریمه. شما جریمه ای. بله. شما یا به بیننده های عزیز یک شعر بخونیم. بله. یا یک فکری بگیم یا یک چهار بیتی بخونیم. یاد ندارم. صد تا بگفتم جریمه ایم دیگه. بوتا باشه ما بانجون و بانجورومی ها و کدوا دکان شما رو داخل پلاستیک من دازم که کاکا شما بیای دست لطی هم شما رو بزنه بگه تو به دکان چه کار میکردی؟ با دعزی میگه جور بیاییم از ما نمیشه. نه حالا که کاکا شما نیه، شما جریمه ایم. ما همین رو جمع میکنم داخل پلاستیکی به کفت خو میکنم. کاکا ما آمد، کاکا شما که آمد دست لعت شما رو میزن. صدای سر شما ببره بزن مشکلی. اگه همین تکار بکنم این رو داخل پلاستیک بندازم به کفت خو کنم بروم، کاکا بیایی دست لعت میزنه نیه؟ 60-70 کیلی هست، 60-70 کیلی پیل به کفت شما کنن نه بارم به جیره میده زیده اوچا بارم. راست بگه تو حال کاکا شما لط هم بزده شما؟ نه نمیزنه. اگه یک وقت لط بزنه چی کار میکنه؟ با اصلا کاکا هم مثل برار منه، کاکا هم برار معمونه، همه صحبت ها معمونه، هیچ وقت ما خودم هم چی نداریم. خب آمادم یک وقت حساب یا خراب شد یک چپات به تک گوش شما بزنه شما چی کار میکنه؟ هیچ کار نمیکنه. آفرین به شما.
احترام بزرگوار دارن، احترام کاکار دارن، کاکا مثل برادر بزرگتر آدمه، مثل پدر آدمه. انشالله موفق باشن، خدا نگهدار شما، خدا حافظ شما، زنده باشن. دوستو آمدیم با این دوست ما هم کلام شدیم به سر چوره حاجی یعقوب، گفتن تلفروشی دارن و این دکانم از کاکای اینا به همین جی کار میکنن. بریم جلوتر ببینیم دیگه به این جی چه کسایی رو پیدا میکنیم، با دوستا صحبت کنیم. به سر چهارراهی حاجی یعقوب هرات یک نونوایی هم هست، باشه ببینیم دروازه از این نونوایی کجایه. برم داخل نونوایی، یعنی دروازه و اینجیه، ببینیم دوستا مشغول کار هستن چه کار میکنن. باشه ما همی دروازه رو باز کنیم برم داخل. سلام، خوب هستن؟ سلامتن؟ خیر هستیم. زنده باشن، سلامت باشن. معرفی کنین اسم شما چیه؟ اسم من شریف الله. شریف الله جان، به سر چوره حاجی یعقوب یک نونوایی لوکسی هم داریم، نونا مقبول روغنی فکر کنم تیار میکنیم، چطور کاروبار؟ حالا شکر هستیم الحمدلله میگذرم. کاروبار خوبه؟ شکر هست دیگه، یکی اگر ناشکری کنم این بطار شود دیگه چی کنیم. شکر هست مقصد نیگه، خدا رو شکر. امیتی که خودم صحبت میکنیم نونا رو هم باز بکشین از داخل ازو که با نونا شما نسوزه، تاون کنیم به سر ما بگیم گنا شما بود که سوخت. نه خیلی تاون نمیکنیم به سر ما. نو با تندر زدیم داری وقت میگیره بکنیم. وقت میگیره. چند دقیقه وقت میگیره یک نون به تنور؟ یک نون تقریبا دو دقیقه، دونیم سه دقیقه نمیم. سه دقیقه. میگم چی مشکلات پیش آماده؟ آیا آرد گران شده؟ مواد اولیه گران شده؟ نونا پیشتر کلونتر نبود به نظر شما؟ پیشتر یک بجارد ما می آوردیم با 14 سال، فعلا می آوردیم با 2450 روپا، هنوز ارزان شده در 2500 روپا، با قیمت آردم دو بار برابر شده، نون خوب نشده. راست میگن، واقعیت مواد اولیه بالا رفته، قیمت بالا رفته. ای که شما اونجا کار میکنین استاد، به این رقم خمیر روار میکنین، 50 خوریت محکم میزنین، گاهی من میبینم داخل نونوایی ها با 50 ایتم میزنن، به درد نمیای 50 شما؟ ادنان لگ از ما که هست ده پنجگی نیفت، ما خودی بوکس کار میکنیم، کس به ما خودی از او کار میکنین ها؟ کس به شما فکر میکنم از این رقم ای چیزا دار و از اینا کار میکنه. بزر من دیدم داخل نونوایی ها که همین خمیره که میگیرن ایتا با پنجه میزنن، پنجه به درد میایه نمیایه؟ میایه، خب باز عادت میکنی دیگه، باز تاسوده میشه باز آدم. دقیقا همین خمیر هوار کردن هم یک مهارت خاص مایه. چند سال کار کردیم تا یاد گرفتیم که خمیر چی رقم هوار کنیم؟ تقریبا 7 سال میشه همین کس به چیز کردم دیگه، شروع کردم تا بالاخره یاد بگیرم. 7 سال خیلی خوبه. چند سال به سر همین چوره حاجی یعقوب به این نونوایی کار میکنن؟ تقریبا یک سال میشه. یک سال میشه نونوایی دارن، یکی به صرف و جکله اینجی اینجا یک سال میشه که هست. خیلی خوبه، انشالله موفق باشن. چند تا سوال از شما پرسان میکنیم، اگر سوالات ما جواب دادیم که ما به شما جایزه میدیم، اگر جواب ندادیم باز شما رو جریمه میکنیم و جریمه رو هم مگر کاری که ما به شما میگیم انجام بدیم دیگه. جستن و نمیفهمم، من یاد ندارم و ایت گپانیه. سوال آسانه میپرسیم از شما. خب باز اگه شما گفتیم ببینیم، من هم نونا رو داخل گونی میکنم، جمع میکنم، میبرم که خلیفه هم یک دست لعته بزنه دیگه. ببینیم توکل به خدا. سوال خیلی خوبه. ببینین شما یک سیاه‌پوست خود یک سفید پوستی اگه عروسی کنه به چی اونو نو به دنیا بیاره، دندونای چی رنگه؟ دندون نمیداشته باشه بچه اگه نو به دنیا بیاره. خب شما جریمه ایم. چرا؟ چون شما جواب دادم، اینا ماستم جواب بدم، شما جواب داده باشه، شما رو ما از آخر جریمه میکنیم. حالا سوال و سوال شما رو که اونا جواب دادن، خب اونا رو ما جریمه میکنیم. حالا از شما پرسان میکنیم، شما بگم یک گربه یا پیشک میگن، اگه داخل یک اتاق چرگوشی به یک گوشه خوب باشه، حالا فرق نمیکنه که او گوشی گوشی دست چپ باشه یا گوشی دست راست باشه، تصور کنیم فکر کنیم یا گوشی چپ یا گوشی راست، چند گوشه اتاق رو میتونه ببینه؟ اتاق هم چهار گوشه، اگه به یک گوشه باشه چند گوشی اتاق میبینه؟ میتونه دیگه چهار گوشه ببینه.
اشته هر چهار گوشه اشته محاسبه کردن. خب میبیند اگه چی ندام. خب باز ویدیو رو نگاه کنیم از طریق کانال فرهاد آروین. ما از شما پرسان کردیم یک گربه اگه به یک گوشی اتاق چهار گوشی خو باشه چند گوشی اتاق میبینه؟ خب خو دیگه، شما خو باشیم جایر میبینیم نمیشه نه؟ خب شما رو جریمه میکنیم. اگر جریمی ما قبول کردیم که خوب، اگه قبول نکردیم ما هم نونا رو جمع میکنیم داخل گونی میکنیم میریم، شوخی هم نداریم، جدی هم کار میکنم. خب شما یا به بینندگان عزیز ما یک چهار بیتی بخونیم یا یک خوندنه بکنیم یا برای بینندگان عزیز یک فکری بگیم، یک انتخاب کنیم، فکری، چهار بیتی، شعر. اینجا که دیگه نونوییه، کسبایی مثل نونویی و خیاطی اینا فکر کنم فکری خیلی میگم چون خسته میشم به طول روز، بالاخره فکری خیلی میگن. از امو صد دو صد تا فکری که یاد داریم یک رو به دوستا بگیم. فکری مثل از یکی از دوستا گزارش سب میکردم گفتیم فکری بکو، گفت فکری، خلاص شد. ایتا نه دیگه، دو دقیقه فکر کنیم. دوستان نونا مختلفه، من داخل بیشتر نونویی ها دیدم که نونا رو میگیرن دراز درست میکنن، اینجوگا میبینی که ایت گرد درست میکنن، دیگه شکل و دیزاین دیگه داره، نمیفهم این نونر چی یاد میکنن. باز از آخر از اونا پرسان میکنه. خب شما فکر کردین؟ مگه یک روز امی پشت زبون برفته بود به عربستان، به می عربی، به کسی که می عربی دیکوندار بوده دیگه عربی گپ میزده، امی پشت زبان بهم دیکون گفته، امی جنسات پرسیده، گفته امی ده پسودی، امی کسی که عربی میفهمیده ای به پشتون نمیفهمیده، گفته احلن و احلن نو احلن زه. فکر این مقبولی گفتن، خیلی خوبه، شما جریمه خور قبول کرده، ما به نونا شما کار نداریم. خب دوستا کسب سختیه، اونجورم میبینیم که خمیرها رو میگیرن به شکل زواله درست میکنن. باشه این طرف بریم پیش خلیف نونوا بریم که اینا رو یک جریمی بکنیم، چون اینا بیشتر سوالی که پرسان کردیم اینا جواب دادن. باشه اینا رو یک جریمه بکنیم. خب باشه از اینا یک سوال پرسان میکنیم، اگر جواب ندادن باز اینا رو جریمه میکنیم. خیره استاد باشه از شما پرسان کنیم که نونا شما هم نسوزه. باشه ممنون، روغنی ایر بگذارم به این طرف، باشه سر یا نافارق بشه که داخل تنور ما چون ایش کار میکنم، نونا رو که بردشتم دیگه دو تا سیخ به دست یا نایه ای برو بر میکنن. ای چیه ای؟ عطر رو که عطر میزنیم، چی میزنیم؟ او داره اوه ها، خیلی خوبه. خب چند تا سوال از شما بپرسیم، درسته؟ کار شما خلاص، فارغ شدیم؟ فعلا خلاصه نه؟ شما سه بار بگیم، سه دوز رفتن به دوزی، یک دوز دو باز دوزی، دو دوز یک باز دوزی. نه این سوال جواب، یک بار بگیم، یک بار بگیم چی قسم؟ سه دوز رفت به دوزی، یک دوز دو باز دوزی، دو دوز یک باز دوزی. سه دوز رفت به دوزی، دو باز یک دو میگم دو باز یک دوز دوزی، نشد نشد، دو دوز یک باز دوزی، یک دوز دو باز دوزی. خب این نشد دیگه، دکه خورد به بینی ها. خب دکه خورد به بینی ها. شما بگم مشیش تش توت چیندم، تو چند تش توت چیندی سبار؟ خیز نمیشه. خب پس جریمه ایم. خب شما انتخاب کنیم، فکری، شعر، خوندن، هر کدوم رو خوش داره. فکر کنم صدا شما خوبه، شما یک خوندن کنیم. اینجا گاهی دل اونا میگیره، خوندن میکنم نیه؟ زمزمه میکنم. از امون زمزمه ها یک دانه به جلو دوربین هم بکنیم. خیره دیگه، بیننده هم دل دارم دیگه. ما نه خوندن نه شعر از امون. چی یاد داره؟ خوندن از امون بپرسن، همه بود. خب شما جریمه ایم دیگه، پس به اونا بگم که جریمی شما رو اونا بپردازن دیگه. شما خوبن، سلامت. شما اینجا گا اومدیم چیکار کنیم؟ ما هم یک چکر اومدیم. چکر اومدیم خونه شما به همین منطقه. بله. از این نون و این نون میبریم. بله. نونا خوبه دارن. سوخته که نمیدم. نه. خمیرم نمیدم. نه. خیلی خوبه. از شما هم چند تا سوال پرسان کنیم. پرسان کنیم. با اگه جریمه کردیم با مسی دوستا به زر قول خونه ازن. آسان باشم. خب. بیشتر شما نبودیم، ما چند تا سوال کردیم، بودم اینا ما سوال پرسان کردم. خب شما حال آمده؟ نه. اگه یک سفید پوست و سیاه پوست خود هم عروسی کنن، بچه اونا نو به دنیا بیاییدن، اونا چی رنگه؟ سفید. خب نشد دیگه. آن نداره دندان. سفید پوست و سیاه پوست به دنیا عروسی کنن، بچه اونا نو به دنیا بیاییدن، اون نداره دیگه داره؟ نداره نه. دیگه. پس شما گفتم سفیده. نداره. شما سه بار بگیم.
سه دوز رفت به دوزی، یک دوز دو بز دوزی، دو دوز یک بز دوزی. سه دوز رفت به دوزی، یک دوز. شما یک جمله رو حال میگم، یک جمله رو سباشه و امی وقت میگم. وایتا نمیشه دیگه. وایتا نمیشه که عجله بگم برای شما. عجله دیگه، صنف چنده؟ صرف ایش دیگه نخوندیم. نخونده. خوبه دیگه، حافظه خوبه. اونایی که میگم درس نمیخونن حافظه قوی دارن. چی بگیم؟ شما بگیم سه دوز رفت دوزی، یک دوز دو بز دوزی، دو دوز یک بز دوزی. سه بار تست. سه دوز رفت دوزی، یک بز یک دو بز دوزی. خب میگم یک بز دو دوز دوزی. یک دوز میگم. یک بز گفته. دوز. خب بگیم از اول. خب سه دوز رفت دوزی، یک دوز یک بز دوزی، یک بز دو بز دوزی. با گفتم یک بز دو دوز دوزی. بزم دوزی کردم میتونه. میتونه. بزشته دوزی میکنه. شفتلشته دوزی میکنه. آه شفتله میتونه دیگه. شفتله راست بگم میتونه. شفتله دوزی میکنه. اینا رو دزدی میشن. خب باز اگر سایه بغ بگرفت دور دیگه خلاص دیگه گردن یارم میزنه. نه نمیزنه، پتکای میزنه با. خب شما جریمه شدیم، نمیتونیم هم که بجیم چون اینجا دروازه رو قفل کردن. شما هیچ جا جسته نمیتونیم مگر جریمه خور با ما جریمه بدیم. جریمه خب. مورو اونو پورا میکنه. خب همه گی میگیم اینو پورا میکنه. گپ شما رو گوشم میکشه او. بیا. خب هم میگی دو سه نفر جریمه شدن. جریمه به این دوست ما گفتن که جریمه اینا بدن. شما خوبن؟ شکر. اسم شما چیه؟ محمد فهیم. محمد فهیم جان سنف چنده؟ هیچ. نمیرم مکتب؟ نه. به نونوایی کار میکنی؟ بله. آفرین، کار خوبی میکنی که به مادر و پدر کمک میکنی، به نونوایی کار میکنی. خب ما جریمه کردیم، گفته بودیم که خوندن کنم، این دوستا نخوندن، واگذار کردم به شما. شما این چی بخونین؟ خاله جان. به به، خوندن خاله جان. دختر خاله؟ دختر خاله هم داری؟ نه. سرش عاشقه؟ عاشق شدی؟ نه. عاشقی؟ دختر خاله خوب؟ خوب دیگه. خب دختر خاله چی بود اسم شما؟ محمد فهیم. دختر خاله محمد فهیم جان هم گوش کشه که به دختر خاله خو میخونه، بفرمایی. خاله جان، دیتا دختر داری جان، یکی شب با ما نمیدی جان، تو بگو از ما چی دیدی؟ شی خاله جان. از ما چی دیده؟ تو دختر داری جان، یکی شب با ما نمی جان، تو بگو از ما چی دیده؟ تو بگو از ما چی دیده؟ خب اکتم میکنیم، ایتا خود خورم اشاره میدیم، ایتا مقبولم میخنیم. خیلی خوبه، انشالله موفق باشین، جوانهای شوقی هستن، انشالله که همیشه شاد باشین، موفق باشین، خدا نگهدار شما. اگر خود شما چند دقیقه شوخی کرده ما رو ببخشیم، موفق باشین. خواهی دروازه رو هم وا کنیم که اینجا پخته شدیم، خلیفه ها خیلی کار میکنن اینجا، واقعا کس به سختیه. موفق باشین، خدا حافظ دوستا. دوستا کسب و کارها مختلف، چاره حاجی یعقوب ولایت هرات، دوستا زیاد هستن اینجا. باشه بریم جلوتر. بیشتر کسایی که به اینجی هستن کسب و کار دارن، مثلا او طرف سرک دیدیم میوه فروشی بود، اینجی دیدیم که نونوایی بود، دیگه او طرف دیدیم تل فروشی و بقالی بود. بیشتر گزارش طولانی نمی کنیم. این بود ویدیویی که آمدیم به جاده باغ آزادی هرات بر سر چاره حاجی یعقوب. گزارشی بود که تقدیم شما عزیزان کردیم. شما را تا درود دیگر به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. خداوند یار و مددگار همه شما عزیزان.